سرخط مهمترین خبرها. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان فردا در نیویورک. آگاهان تاکید کردند این گونه نشست ها نباید نمایشی و تحت تاثیر قدرت های بزرگ برگزار شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد به جز بخش کمکیش که امداد رسانی میکنه و مردم و اونا کمک های بشر دوستانه به مردم میکنن که کار خوب است، در بقیه احساس دیگه ضرورتی برشان احساس نمیشه. و سفر ولادیمیر پوتین به ویتنام در میانه انتقادهای امریکا. سران روسیه و ویتنام بر تقویت مشارکت جامعه راهبردی میان مسکو و هانوی تاکید کردند. روسیه پریدایوت تقویت مشارکت جامعه راهبردی با ویتنام یکی از اولویت های ما است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت می کنم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. قرار است فردا جمعه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان برگزار شود. در این نشست روزا و تنبای و رئیس یونما درباره اوضاع کشور توضیحات خواهد داد. آگاهان اما میگویند تمامی نشست ها و خطنامه های سازمان ملل درباره افغانستان نمایشی و تحت تاثیر قدرت های بزرگ صادر شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت نیز از یونما خواست در این گونه نشست ها واقعیت های موجود کشور را به نهادهای بین المللی گزارش کند. جزئیات بیشتر در گزارش از داوود ناظری. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان در آستانه سومین نشست دوحه، نشستی که محور اصلی آن گزارش رضا آتانبایوا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل درباره افغانستان است. اینجا در کابل آگاهان اما درباره نتایج نشست بی‌باور هستند و میگویند این نشست ها به فرمایش غرب و به گونه نمایشی برگزار می شود. با گفته آنان این گونه نشست های سازماندهی شده تأثیری برای بهبود اوضاع کشور ندارد. آنان تاکید می کنند این نشست ها باید تنها در بخش جذب کمک های بشر دوستانه باشد. کل شعبات سیاسی امریکاست، نه ملل متحد است، نه دوردگه است، نه حقوق بشر است. 40 سال در افغانستان در خون شنا میکنی، استعمار لعنتی سرخ آمد و را بود و میلیون قتل کرد و میلیون بندی کرد، میلیون ماجر شد. کجا بوده این ملل متحد؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد به جز بخش کمکیش که امداد رسانی میکنه و مردم و اونا کمک های بشر دوستانه به مردم میکنه که کار خوب است، در بقیه احساس دیگه ضرورتی برشان احساس نمیشه. بگذارن افغان ها را یک مدت که فضای صلح و امنیت را ببینن، بهتر است که به جای سازمان ملل متحد سازمان کنفرانس اسلامی یا کشورهای اسلامی اگر در مسائل افغانستان تداخل کنن، اگر مشکلاتی هم وجود داره به میانجیگری اونا حل شه، این بهتر است. آگاهان روابط بین الملل نیز میگویند تا کنون تمامی قطعنامه های صادر شده از سوی سازمان ملل درباره افغانستان بی تأثیر بوده و این سازمان از استقلالیت کافی برخوردار نیست. پس سازمان ملل متحد از آغاز تا کنون از افغانستان گرفته تا فلسطین هیچ تأثیرگذاری مثبت بر تحولات نداشته، چون شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبضه 5 قدرت بزرگ است و هرگاه اتفاقی در کشورها رخ می‌دهد و با منافع این قدرت‌های بزرگ که عضو دائمی شورای امنیت را دارند در تعارض باشند، اونها نمی‌گذارند که اون مسئله به درستی حل شوند. و قسمی که دیده بشه طرف امارات اسلامی هم زیاد وقت به ملل متحد نگذاشتن، به دلیل اینکه 2 جلسه دوحه قبلا دایر شد به وساطت ملل متحد ولی در او شرکت نکردن. جلسه سوم معلوم نیست که شرکت میکنن یا نمیکنن. ولی ما اطمینان میدیم که همه گپاشون. قبل از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت نیز به تلویزیون تمدن گفته بود که یونما در افغانستان باید واقعیت های موجود را به نهادهای بین المللی گزارش دهد و در تلاش نزدیک ساختن روابط بین افغانستان و جهان باشد. از طرف امارات اسلامی یک پیام بسیار خوبی داره که اجا کار صورت میگیره و مردم افغانستان صدمات را میشه. همچنان روابط را اقامه کردن با کشورها و سازمان ملل که بارها از طرف امارات اسلامی افغانستان پیشنهاد شده و تلاش شده، یه خودش وادمت کننده ایزی است که امارات اسلامی افغانستان تلاش های مثبت خود را کرده. یونما باید همین اراده را جدی بگیره و در بخش تقارب کشورها به افغانستان، بخش سازمان ملل به افغانستان رول بهتر و بیشتر را ایفا کنه.
در همین حال قرار است نشست سوم دوحه هم درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل در روزهای دهم و یازدهم سرطان برگزار شود. مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف در یک فایل ویدیویی گفته است که مراسم حج 30,000 حاجی کشور با موفقیت به اتمام رسیده است. به گفته سرپرست وزارت حج و اوقاف به زودی مرحله بازگشت حجاج از مکه معظمه به کشور آغاز خواهد شد. در حج مراسم و مناسک په ډیر خوښۍ سره په ښه توګه سره پای ته ورسېدل. زموږ د افغانستان ډیر زره حاجیان لله الحمد د حج د مناسکو د ادا کولو وروسته آخري مرحله موږ ته راپاته ده چې هغه مرحله د بازګشت او د واپسۍ ده. نو په نږدو ورځو کې به انشاء الله تعالی هغه حجاج کرام چې مدینې منورې ته لا تر اوسه نه دي تللي دوی به مدینې منورې ته ځي، او هغه حجاج کرام چې په اولو پروازونو کې راغلي وو او مدینې منورې ته تللي دي د دوی به انشاء الله تعالی د مکې معظمې نه پروازونه شروع کیږي. و اینک بیننده چند خبر کوتاه باشید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی پیش بینی کرده که امروز و فردا کابل و 18 ولایت کشور شاهد بارندگی و وقوع سیلاب های آنی خواهند بود. این ریاست با نشر خبرنامه گفته مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 الی 35 میلی متر پیش بینی شده. همچنان گفته شده که احتمال بادهای تند همراه با گرد و خاک در ولایت های شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی به شمول سالنگ ها وجود دارد. سازمان جهانی صحت اعلام کرد که از ماه جدی سال گذشته تا 6 جوزای امسال 46,758 مورد بیماری وبا در افغانستان ثبت شده است. این سازمان گفته طی این مدت 25 نفر در نتیجه ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. در این گزارش گفته شده که عوامل چون افزایش جمعیت، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی بر روند شیوع بیماری وبا تأثیر گذاشته است. وزارت صنعت و تجارت از صادرات قالین افغانستان به ارزش بیش از 7,500,000 دلار آمریکایی به کشورهای خارجی خبر داد. این وزارت اعلام کرده که این میزان صادرات قالین کشور در 5 ماه گذشته صورت گرفته. قالین افغانستان در سطح جهان از نام ارزش ویژه‌ای برخوردار است و از همین رو علاقه‌مندان زیاده دارد. مسئولان ریاست عمومی ترافیک از پلانهای جدید برای برقراری نظم جاده‌ها و کنترل ترافیکی در مرکز و ولایت کشور خبر می‌دهد. به گفته آنان در سال جدید با تطبیق این پلانها آمار حوادث ترافیکی کاهش خواهد یافت. شهروندان نیز می‌گویند امسال در روزهای عید با مشکلات کمتر ترافیکی مواجه بوده و این تلاش‌ها باید در سایر روزها نیز ادامه پیدا کند. یکی از جاده های پایتخت در روزهای عید سعید قربان با ازدحام نسبتاً کمتر از عیدهای گذشته. در شهر کابل برداشته شدن دیوارهای سنگی از جاده ها و کوچه ها و ایجاد برخی جاده های اتصالی تا حد راهبندان را کاهش داده. رانندگان می گویند در ماه های اخیر نظم نسبی در جاده ها هم در پایتخت و هم در ولایت ها برقرار شده. آنان اما تاکید کردند برای نظم بیشتر باید پروژه های سرکسازی هرچی سریع تکمیل شود. حالا رفت آمد طرف اطراف که بسیار خوب بود، مردم گردش می رفت طرف بندمیر و سر چشمه و جاهای دیگه، رفت آمد زیاد بود دیگه، ترافیک هم خوب بود، بررسی داشت بعض جای ها خوب. نگاه راوندی بیاد به اندازه خوب است. حالا گفتم از وقتی که چی شده و یک خوبی دیگه شده، ای سنگا پس شده دیگه، شده بسیار زیاد خوب شده. حرکت. تأمین امن و نظم در جامعه علاوه بر رفع ازدحام ترافیکی یکی از عوامل توسعه در کشور به شمار می رود. جامعه شناسان می گویند برقراری نظم جاده ها نباید مقطعی باشد، بلکه در سایر روزها نیز ادامه داشته باشد، البته با همکاری مردم و رانندگان. یک طرف قضیه در ایجاد امنیت و نظم شهری مردم هست، بنابراین در آینده اگر حکومت با همکاری و هماهنگی مردم در این قسمت، یعنی هماهنگی بیشتر این ترتیبات را روی دست بگیرند، نظم و امنیتی بهتری در جامعه حاکم خواهد شد. وضعیت گرچه امسال نسبت به سالهای گذشته خوب بوده، خلاصه یک دولت مدارا یک کاری بکنه که در مردم زمینه کار در جوانا برای دیگه
قشری از جامعه کمک بکنه بسیار خوب است. از امنیت خیلی خوب راضی است. مسئولان ریاست عمومی ترافیک هم از برنامه‌های تازه برای تأمین امن و نظم در جاده‌ها و جلوگیری از حوادث ترافیکی در کشور خبر می‌دهد. در سال جدید ما با یک تنوع کاری در رأس نظام ترافیک افغانستان در رأس عرضه خدمات انشاءالله رحمان با یک تنوع خاص مسلکی داخل میشیم و امید به این داریم که در سال 1433 بتانیم سطح جلو حادثات ترافیکی را سطح خیلی تنجیل بتیم. این در حالی است که به خاطر نبود جاده‌های معیاری و بی احتیاطی رانندگان سالانه تعداد زیاد از مردم در حوادث ترافیکی جانهایشان را از دست می‌دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفرش به ویتنام اعلام کرد تقویت مشارکت جامعه راهبردی میان مسکو و هانوی از اولویت‌های روسیه است. آن طرف رئیس جمهور ویتنام هم گفت کشورش سیاست خارجی مستقل و چند جانبه را دنبال می‌کند، اما روسیه یکی از اولویت‌های سیاست خارجی هانوی می‌باشد. ولادیمیر پوتین پس از دیدار با رهبر کره شمالی شب گذشته وارد ویتنام شد، جایی که آمریکا در دهه 70 بزرگترین شکستش را در برابر حکومت تحت حمایت شوروی سابق تجربه کرد. سفر در میانه انتقادهای مقامهای آمریکایی. برعکس این انتقادها، همتای ویتنامی پوتین فرش قرمز زیر پای رئیس جمهوری روسیه پهن کرد و بر تقویت دوستی تاریخی دو کشور تأکید نمود. رئیس جمهور ویتنام در دیدار با ولادیمیر پوتین بر گسترش روابط میان دو کشور تأکید کرد و گفت در سیاست خارجی هانوی روسیه یکی از اولویت ها است و کشورش برای توسعه روابط دو کشور اهمیت زیاد قائل است. ویتنام یک سیاست خارجی مستقل، صلح‌آمیز و همچنین یک سیاست متنوع و چند جانبه را دنبال می کند. اما ما همیشه به توسعه دوستی سنتی و مشارکت استراتژیک جامع با روسیه اهمیت زیاد قائل هستیم. ما روسیه را یکی از اولویت های سیاست خارجی ویتنام می دانیم. کاخ کرملین بیانیه مشترک از دیدار مقام های روسیه و ویتنام را همگانی کرد که در آن روی دستکم 15 مورد همکاری میان دو کشور تأکید شده است. رئیس جمهور روسیه هم گفت تقویت مشارکت جامعه راهبردی میان مسکو و هانوی از اولویت های مسکو است. تقویت مشارکت جامعه راهبردی با ویتنام یکی از اولویت های ما است. ما در تمام این مدت تماس های سیاسی منظم و معناداری از جمله از طریق پارلمان، وزارتخانه ها، نهادها، احزاب و نهادهای عمومی برقرار کردیم. ولادیمیر پوتین در سفرش به کره شمالی هم توافقنامه جامعه راهبردی را با پنگیانگ امضا کرد. توافقنامه ای که واکنش سئول و شماری از سران غربی را به دنبال داشت. آرژانتین اعلام کرد در مناقشه اوکراین مداخله نمی کند و این کشور هیچ کمک نظامی به کیف ارسال نخواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور آرژانتین گفت تنها کمک های بشردوستانه به اوکراین ارسال خواهد شد و این اقدامات نمی تواند برای روسیه خصمانه تلقی شود. همزمان کشورهای اروپایی به دلیل مخالفت آلمان در تصویب 14مین بسته تحریمی علیه روسیه ناکام ماندند. اوکراین در جنگ با روسیه به کمک نظامی غرب به وجه امریکا متکی است. رئیس جمهوری این کشور در این مدت ولی نیمی نگاهی به کشورهای بی‌طرف نیز داشته و تلاش کرده کشورهای بیشتر را مجاب به کمک نظامی به اوکراین در این جنگ کند. در اینجا هم سخنگوی رئیس جمهور آرژانتین اعلام کرد این کشور در مناقشه اوکراین و روسیه مداخله نمی کند و کمک نظامی به کیف ارسال نخواهد کرد. ما هیچ کمک نظامی به اوکراین ارسال نخواهیم کرد. ما کمک های بشردوستانه ارسال میکنیم، اما در هیچ گونه درگیری نظامی شرکت نخواهیم کرد. اقدامات آرژانتین نمیتواند برای روسیه خصمانه باشد. اقدامات خصمانه یعنی ارسال تسلیحات و شرکت در درگیری نظامی.
آن طرف ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر خواهان حمایت غرب از کیف شد. زلنسکی گفت اوکراین با شرکای غربی خود می تواند در برابر پوتین و روسیه استادگی کند. می پوواژایمو پوتین میخواهد فقط خودش یا کسی که انتخاب میکند اهمیت داشته باشد. این نگاه معمولی استعماری روسیه به جهان است و ما همراه با همه شرکای خود باید آن را بشکنیم. از سوی دیگر کشورهای اروپایی که در تلاش تصویب 14مین بسته تحریمی علیه روسیه بودند به دلیل مخالفت درونی موفق به تصویب آن نشدند. دیپلمات‌ها و منابع آگاه گفتند که به دلیل اختلافات داخلی میان وزارت خارجه و دفتر صدراعظم آلمان این بسته تحریمی علیه روسیه به تصویب نرسیده است. توجه نمایید به پیش‌بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل نیمه آفتابی 26-14، بامیان نیمه آفتابی 18-8، جلال آباد نیمه آفتابی 36-24، غزنی نیمه آفتابی 24-12، قندهار آفتابی 39-24، کندوز نیمه آفتابی 38-23، لشکرگاه آفتابی 41-24، مزار شریف آفتابی 38-24، نیلی نیمه آفتابی 27-14، هرات آفتابی 36-22، اسلام آباد نیمه آفتابی 35-25، تهران آفتابی 35-25، دبی آفتابی 41-33، دهلی نیمه آفتابی 39-31 و سرانجام مکه آفتابی 43-31. در اخیر نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان فردا در نیویورک. آگاهان تاکید کردند این گونه نشست ها نباید نمایشی و تحت تاثیر قدرت های بزرگ برگزار شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد بجز بخش کمکیش که امداد رسانی میکنه و مردم و اونا کمک های بشر دوستانه به مردم میکنن که کار خوب است، در واقع احساس دیگه ضرورتی برشان احساس نمیشه. و سفر ولادیمیر پوتین به ویتنام در میانه انتقاد های امریکا، سران روسیه و ویتنام بر تقویت مشارکت جامعه راهبردی میان مسکو و هانوی تاکید کردند. روسیه پردایوت تقویت مشارکت جامعه راهبردی با ویتنام یکی از اولویت های ما است. به پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. شما می توانید بسته های خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه شما. بقیه شب خوش. خدا نگهدار.